و سکوت چقدر تلخ است. کسی و دو دندان الفا را به هم می چسبانند و رنگین کمان هستی را خاکستری می کنند و من ایران اسیر سکوتی خود خواسته تا روزی که نمی دانم اسمش چه بود، حادثه، ترس، انتقام، امید، مرگ، عشق، تقدیر، شاید هم زندگی، قلمی را برای من برمقام برد. جادهش پر پیچه، رفیق نامرد آخرش میشه. علی اکبر فرادی، علی اکبر فرادی، باشه بیفته خواسته در مورد قتل عمد درجه یک خانم پروانه مظاهری. رأی دیوان به شرح ذیل قرائت می گردد. متهم علی اکبر فرهادی فرزند علی به شماره شناسنامه 146192 صادره از تهران متولد 1357 در مورد قتل عمد درجه یک خانم پروانه مظاهری متهم شناخته شده و محکوم به اعدام می باشد. اجرای حکم قطعی. الو مادر بابا چشم اومدی وقتش بیرون
آدم خون میده. کجا بودی؟ زود بشون بر بجو بجو کاریه، ولی دوتا پسراش هم هستن، یه صرافی بزرگ دارن. باورت میشه قاچاق دختر؟ اونم از ایران. صرافیشون معدن پولشوییه. این دختره پروانه مظاهری توشون بوده، یعنی هنوزم هست. اگه راست باشه یه میلیارد کیلومتر ازش فاصله میگیره. شما رو سرده هم میدی به این دختره پروانه. سر زدم به زندان و بهزیستیم قدقن، خبرنگار اجتماعی بودنم رها میکنی. داداشی دختر، اونم از ایران، دختره این دسته گل. گول میزنم، معتاد میکنم، به یکی میگم مدل میشه، به یکی هنر پیشه. دختر میدوزن، گروگان میگیرن، شکنجه میکنن، دختر صادر میکنن، به جاش دلار میارن که هی بالا پایین کنن و چکمشون گنده و گنده تر شه. نقصه این همه مردم هر روز تنگتر و تنگتر، بهترین آدم ها خسته شن و گشته بمونن، گله مردم رو پرپر میکنن. به خدا من دیگه بزرگ شدم، هر کسی یه مسئولیتی داره، باید یه جاشو بگیره. همه اونا عین من خواهرای داداششونن، دختره مامانشونن. اگه مامانم بود حتما نمیذاش یه کاری میکرد. اونا هم عین منن. اینجا هیچکی مثل تو نیست. داداش تو نمیخوای بپوشی؟ حاضرم دیگه، بین خوشتیپی. چه دوستت میخواد بیاد استرس داری؟ ناسلامتی دوست شما هم که باشه. تو کارگردانی، مگه درویشی خان داداش؟ ما درخیشیم خواهر جان. بریم کم کم پایین این نامزده این جوان و منتظر نذاریم اول زندگیشون. عجله نکن لیلا، زنگ زد گفت علی اکبر اومده دنبالش، قرار شد تا اینجا پیاده بیان، با ماشین ما بریم نهار. انقدر هم سیگار نکش میمیری. یا دفعه اول که دم خونه هستی ها دیدمه، کی فکرشو؟ حتی فکر میکردم از من خوشت بیاد. منم خیلی تعجب کردم، فکر میکردم دوستای عرص از این هنریای افسرده باشن. عجیب به هم نمیاد. عرص رفیقه. رفیق بد؟ رفیق که بد نمیشه، اما عراض بیر دانده. قصه ها داشتیم با کلی عوامونو گشته، همه گلیاش یه طرف. این که گلی این شما رو هم از اونا و خواهرش شناختیم همه طرف. دیوونه با این حرف زدنت، همه طرف. یه شاعر فلاندی میگه، البته واسه عشقش میگه ها، ولی من یه جورایی احساس میکنم واسه من گفته. من به تو محتاجم، اندازه برف به خورشید، برای اینکه جاری بشم، برای اینکه راهی بشم، برای اینکه با گرمای وجود تغییر شکل بدم. من عاشق این تشویرشم که میگه با نگاهت ذوب بشم. من خیلی تشویر بلد نیستم، ولی به جاش کلی دوست دارم. دقیقا 33 سال و 10 ماه و چند روز خورده شادم یه بار از شبی که منو فروختی میگذره. تو اولین نفری هستی از قدیمی ها که خودم بهت سر میزنم.
33 سال روزها که نه سالها چه می هر چند آدم چه زود میرسه هستن. بعضیشون دل دیدنشو ندارن. این جنازه ها، این خونه ها. پاشو اینقدر حرف نزن. من؟ آره خودت. پاشو جنازه ها رو ببر بالا. زود باش. تو بیا کمکش. زود باش. بی بیرون. بجام. زود باشی. مادرم میگفت اگه دعا کنیم حتی اتفاق افتاده هم برمیگرد. پس دعا کن. بیا جا. بیدون من کیم؟ به کار تو ببینید؟ وقتی از اینجا رفتم بیرون بهت میگم من کیم اون چیکار میکنم. اون موقع به مناسبت شانسی که آوردی یه ماه مهمونی میگیری. پس تا اون موقع برو عقب بشین. من آدم خوبی نیستم. نیومدم اینجا کار خوبی بکنم. دعا کنین کار من انجام شه تا همه تون زنده بریم بیرون. نه با من، نه با خودتون حرف نزنی. ابی جونا، تو فکر میکنی آخرش چی میشه؟ تام لطفاً داخل محوطه جمع نشین. اختلال رکن پلیس ایجاد میکنی، لطفاً متوجه شین. خیلی خوب آرامش خود رفت کن بگو ببینم چی شد. زنه اسلحه داشت. خب باش هیچ نگران نباشید، ما همیشه زود درست میشیم. باش نگران نباشید جناب سروان. خانم هدایتش کن. بفرمایید باش. خانم بفرمایید. خب اصلا نباشید جناب سروان. سه نفر از بیرون رفتن تو، یک دخترم تو باشون بوده، هر چهارتاشون هم مسلح هستن. دو نفر کشته شدن، یک سرباز، یک هم از مشتری های خود صرافی. یه ده دوازده نفر میشه. فکر میکنیم پنج شیش تاشون هم از کارمندای خود صرافی باشن، البته اگه کسی دیگه ای باشون نباشه. ده دوازده نفر با پنج شیش نفر کارمند. اینجا صحبت جون آدم هاست. من آمار دقیق میخوام. چیزی هم خواستن؟ فعلا نه. یه روگانگیریه جناب سرای، قطعا سرقت نیست. اونجوری که ما دیدیم کلی با تجهیزات کامل رفتن، همونجوری هم که میبینید شیشه ها رو پشونده.
چند نفری هم که بیرون واسه بودن دیدنشون. ماشینشون رو بررسی کردن. ماشین به اسم عرس. به بچه ها گفتم اطلاعاتش در بیاره. صرافی به این بزرگی باید پر دوربین باشه. شده بچه ها حک کنن، باید یه جا رو پیدا بکنن. میخوام فیلم تمام دوربین ها رو ببینم. هرچه سریع تر. وقت بگیر. بگو من نمیدونم چیکار باید بکنم تا ارشدم بیاد. برو. چشم. یعنی چی که هر کی سرشو میندازه پایین میاد تو؟ مگه نمیدونی داری اینجا چه غلطی میکنی؟ بابا بیرونه. میدونه چیکار کنم. تو نمیخواد نگران باشی. زندانی علی اکبر فرهادی، زندان تهران، بند 17. میخوام سالم رو پای خودش تا یه ساعت دیگه اینجا باشه. یاره تو فیلم زیاد میبینی نه؟ روزی 3-4 تا. میدونی اگه یک گلوله ای تو مغزت بخوره هرچی فیلم دیدی از کلت میپره. سعی میکنم گلوله نخورم. نه اینجوری نمیشه. میخوام ببینم اون تو چند نفر آدمن، حالشون چطوره. گفتم مذاکره ای در کار نیست، ولی اشک داری میتونم کار دیگه ای بکنم یا نه بگو. فقط دوتا چیز. یک، از کجا بدونم اومد داره که تو ماشین مال خودته؟ تو پلیسی. چجوری میخوای از اینجا در بری؟ کی بهت گفته من قرار از اینجا برم؟ مرکز مرکز، مکان مورد نظر تخلیه شده، منتظر دستور بعدی شما هستیم. به درس هایی واسه من کمونیت شدی اولا برو ببینی عربا چی کار دارم میکنم. الو الو پسر هم بگیر سامانو. بله آقا جون. گوشی بده بهش. ببین این کارها رو دو جور میشه انجام داد. راه آسون دوست داری یا سخت؟ همیشه راه سخت درسته. جیگردار شدی بچه، ولی جیگرت کاذبه. تو که میدونی در افتادن با من چجوریه. اومدی صرافی من، پسرامو گرفتی. نه تا وقتی که من اینجام. ببین اونا با زنده ای تو یا مرده ای تو میان بیرون. قصه رو میدونی که کسی زنده بیرون نمیان، ولی پسرهای من میان. یعنی من میارمشون. الو برو تلفن قدیمی من رو بیا مشکیارو. وطنش را هم چون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را هم چون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. باز همه در به در
میترسیدیم خیلی مظلوم بود. تو رو خدا باشه از اینجا بیا بیرون. تو خدا زنده شد. ای خدا. مادرت سارا خانم گلنار گل بهشتی بود، آسمونی بود، زمین خاکیش میکرد، دلگیر بود. اینجا من گفت سه دقیقه گلوش فشار دادم میشه 180 سانی، خیلی میشه. من قابل گرد دسته کوچیکش کلی تقلا کرده، میگفتم خیلی زور زده. اینه چند بار گفته داداش؟ که همه چی رو به تو میگم، یه اسمی، یه آدرسی، یه تلفن، یه حرفی. آخرین نفر تو رو دیده عرص از ناراحتی و زیاد دنبال مقصر میگرده. همه همینجوری هم. من هر چی میدونستم به پلیسا گفتم. خب به منم بگو که چی بشه؟ عرص و نگاه، خدایی اینجوری حقشون نیست، من که بیمعرفت نیستم. به خدا گلنار دوست منم بود. علی اکبر یه بعد از مراسم هفت دست عرس رو بگیریم بریم یه جایی، یه ذره سبک بشه، از این حال هوا هم در میاد، پلیس هم به کارشون میرسن، ما هم هر کاری از دست اون بر بیاد بهش انجام میدیم، کسی هم چیزیش نمیشه. خداییش اگه عرس هم بود همین کارو میکرد. به چشمات قسم که میکرد. من که شک دارم. شیطون نره زیر جدت به رفاقت عرس شک کنی. علی اکبر من دوست ندارم. ده خریدی ده میمیرم برات. نه نکن، من اندازه شما باهوش نیستم، اینجوری حرف زدنم بلد نیستم، نمیتونم منطق بیارم. اگه نکی خیلی بده، ولی به جون لیلا اگه نکیم دیگه ازت نمیپرسم. دیگه هم به هم نگو دوست ندارم هیچ وقت. راستش در مورد این موضوع به پلیسا هیچی نگفتم، فکر کردم برای خودمون دردسر میشه. اون مرده بود. دستی
Yes. به تلفن. آدرس. میدونی مال کی رو میخوام. بشمرسه. اینقدر اجاره خونم عقب افتاد که یارو میخواست بندازتمون بیرون. یه روز دوتا مامور با کچلوار از سمت دادسرا اومده بودن تو محل و دنبال آدرس ما از همسایه‌ها میگشتن. ننه بزرگم اینا رو با اون قیافه و کچلوار میبینه که اومدن تو محل و پی آدرس ما از همسایه‌ها. فکر میکنه خواستگار اومده واسه آبجی ترشیدم. هول میکنه بودو میره چینی میخره میاد. نسیه اونم نمیدونه آبجیم چه چایی و شیرینی جلو اینا میارد. منم که از زندون مرخصی گرفته بودم اومده بودم فهمیدم چی به چیه. اومدم که حسایی واسه شون شرط و شروط بذارم و تیغشون بزنم که یه هایی حکم تخلیه فوری رو کردن. محشر کبرایی شد. تیغ و داد و گریه و خودزنی. ما هم این شکلی ها بودیم. الان آبجیم باز خودش معلمه. لیسانس داره و یه شوهر آقا. منم یه زیر پله جیگرکی. ننه بزرگم سالی دوبار مشهد نره سالی سال نمیشه. فکر میکنی از کجا و چه ریختی؟ خیلی بیشتر از این آبش بده کارم. خیلی. حالا قصه تو چیه؟ من بهش بدهکار نیستم. ما 2 سال امریکا با هم بودیم. با هم همخونه بودیم و توی دانشگاه درس میخوندیم. عرص وقتی به هم زنگ زد گفتش که به کمکت نیاز دارم. فهمیدم حق باهاش. منم دلم برای ایران تنگ شده بود. منتظر یه بهونه بودم. اونم بهترینشو به هم داد. آره. بهتر. کلکیم کردم. بعد کلکیم کردم. همون شماره که تو داده بودی پیداش کردم. از اون یکی دیگر رو حرفش آوردم. سرت درد نیارم. تلفن آدرس اون دختره پروانه که قرار بود با گلنار خانم حرف بزنه پیدا کردم. باش حرف زدم. قرار شد بیاد. یعنی بیارمش. پیش پلیس همه چیزو بگه باقیش با من. رسیدم سر قرار چاقو خورده بود. مادرش با یکی از همکاراش تو صرافی شهادت دادن که من رفتم خونهشون باش سر گلنار بحث کردم که نکردم. تو پلیس نیامده بود ندیده بودمشون. قایم شده بودن بعدن اومدن ولی میگن از اول بودن. میگن اون گفته گلنار دروغگو بوده من با چاقو زدمش. شدن 3 تا شاهد تا الان. برات وکیل خوب گرفتم. ترسیدی؟ شرمنده همه شدم به مولا. تو آقا عرص گلنار خانوم دستم خالیه. دلم پر. قربونت. من میدونم که تو پیش من میگم. نمیدونم. بیشتر شرمندتم یا دلتنگتم. خانوم وقت ملاقات تمامه. تو هم آماده شو. باید منتقلش. وایسا از دخترها خوشم نمیاد. منم همینطور. سیگار داری؟ تو این با بودو هنوز که یه سر نشده چند داریونه. شما هم بیاییم با
چیه؟ نه، هنوز یه ساعت نشد. چه کاره این؟ وای میسی لیسانس ادبیات. قبلا واسه بچه ها قصه می نوشتم. چرا این کارا رو میکنم؟ خیلی دلیل دارم. به خاطر خواهرش، رفیقش. اما هیچ کدوم اینا کشتن آدمای بیگناه رو توجیه نمیکنن. اصلا نمیکنن. نه، نمیکنن. شما دختر قاچاق میکنی. اینجا هم جای پولشویتونه. خواهر منم کشتی. برا دوستم هم پاپوش درست کردی. برا همه اینا کلی سند و مدرک و اطلاعات میخوام. هرچی که بتونم به پلیس بدم. تا سه میشمارم. اولین نفری که حرف بزنه بیشتر شانس داره زنده بمونه. یک. دو. حسابدارشونم. من جای دو تا خونه ام بلدم. آمار همه پولشویی رو دارم. همشو بهت میگم. کلی سند، مدرک، پول نقد و دلار تقلبی همش تو گاف صندوق اونجا هست. تو گاف صندوق واسه من بهت میگم. به خدا. مدرکش لپتاپ سامانی سریاش هست. میلاد، میلاد یک. خسته نباشین، سخت غیر قابل نفوذه. دستو چی قربان؟ جناب سرما جواب نمیده، تلفنو بر نمیده. لعنتی نیروی ویژه چی شد؟ که میتونم برم تو؟ جناب سرما میگن مثل گاف صندوق میمونه. تمام این دیوارا پر فولاده، شیشه هاش هم همه زده گلوله. سیستم های تهویه داخلی هم هیچ راه نفوذی نداره. دیگه کمی وقت میبره اگه بخوان یک راهی پیدا کنم برم. جناب سرهنگ حرف نباشه، دارم مصیبت میشه. الو، من دارم میام تو. چشم تو چشم حرف بزنیم. اگه بخوای جون آدم ها رو علکی بگیری اول باید منو بکشی. خسته نباشی. خسته چیه؟ جناب سرهنگ رفته تو باشو مذاکره کنه. دارن خواهر یارو به قتل رفته. ازمون خواسته یکی از دوستاش آزاد کنیم. اونم یک زندانی محکوم به اعدام. خودش کارگردانه، سوء سابقه هم نداشته. فقط نامزد او زندانی توه. همش همین. الان شما فکر میکنی یه بچه هنری بی آزار بدون اینکه تعلیم دیده باشه، بدون سوء سابقه، بدون حمایت، بی منظور اومده گرگانگیری کرده واسه یه آزادی آدم علکی؟ بسی یه چیز دیگه است. ما خیلی وقتی با این صرافی درگیریم. هر وقت هم که کورش کردیم قوی‌تر و پولدارتر با یه سردسته جدید برگشتن. اونه یه باندن. در ضمن این بچه هنری ها تا همین الان سه نفر کشتن. جنراتور برق، آذوقه، غذا، ماسک با خودشون دارن. دوربینای مدار بسته رو از کار انداختن. تمام ورودی‌ها رو جوشکاری کردن. بسته. سه خدمت شما. تصویرهای مدار بسته داخل صرافی اگه میخواین ارزیابی بهتری داشته باشید. مسئولیت این کار با شماست. با حالا شما به وظیفه خودتون عمل کنیم، ما کار خودمون میکنیم. شما رو میشناسم، چند سال پیش تو پرونده سفارت اون موقع یگان ویژه بودم. پس بنده بعد الان استعفا بدم شما منو شناختی؟ اختیار داری قربان، خواهش میکنم. برو اون ساختمون رو بالا جا بگیر. اون پنجره چپی ضد گلوله نیست، اونو تازه عوضش کردن. خب خود آماده، تفنگت آماده، چش از اون پنجره بر نداره.
دست رو ماشه گوشت به من. من قبل از جنگ دبیر فارسی بودم. بچه های همدوره تو رو خوب میشناسم. کتاب شعرت هم تو خونت پیدا کردن. بچه که بودم مثل سگم معلم ها میترسیدم. من دیگه معلم نیستم. من هم دیگه بچه نیستم. شاید اون قدم پسر بدی نباشی. کارهای خوبی نشده تا الان. ولی فرصت داری بدتر نشه. میگم میخوای بی خیال قصه پسر خوب بودم بشی. من میدونم تا هم میدونی. شاید تا امروز پسر بدی نبودم. ولی امروز صبح صبح اونامو خوردم. تا الان سه نفر رو کشتم. خدا شاهده تا بعد از اول قراره چند نفر بشن. اینجوری دوست داری؟ خب پسر بدی نبودی. مدرسه تیزهوشا میرفتی، دانشگاه هنر. بچه با استعدادی بودی که میخواستی کارگردان شی. خواهرتو کشتن، رفیقت هم تو نوبت اعدامه. میدونم سخته، خیلی هم سخته، ولی این راهش نیست. فکر میکنی تو فقط آدم از دست دادی؟ میدونی چه آدمایی، چه فرشتهایی پرپر شدن؟ تو جنگ، تو صلح، واسه من، واسه تو، واسه اینکه اینا امنیت داشته باشن. تو فکر میکنی نابغه تیزهوشی بودی که به عقد نرسیدی. اینجا صحنه تئاتر نیست، زندگیه. یکم ازش بیا بیرون. میدونم قاتل نیستی، از دستت در رفته، در واقع گن زدی. من میدونم، خودت هم میدونی. نه میخوای نه میتونی دیگه آدم بکشی. همین الانش هم پشیمونی. فقط 30 ثانیه تمرکز و سکوت میخواد. یه خواهر داشتم از برگ گل نازکتر بود، یه دوست از آب زلالتر. خواهرم، گلم، گلنارم خیلی کوچیک بود. واسه آرمان میدوید، واسه عدالت، واسه قانون، واسه این آدم ها، واسه همه دخترها قلبش میزد، قلمش مینوشت. اینقدر بود دست داشت. بچه که بود مادرم میگفتیم پیرن رو برعکس تنش کنی، دوختای لباس تنش رو نخوره. بس که نازک بود. وقتی از خیابون رد میشدیم این انگشتم رو میگره، دستم تو دستش جا نمیشد. من به مادرم قول دادم، وقتی داشت میمرد قول دادم. آخرین حرفی که بهش زدم این بود که مواظب بشم. من اون تنه نازک سفیدشو شستم، لای کفم پیچیدم، تو قبر گذاشتم، روش خاک ریختم. من قبرش کردم با قولی که به مادرم داده بودم. من قبلش کردم. حالا اگه فکر میکنی یه ثانیه، فقط یه ثانیه دستم میلرزه، یا شک میکنم یا پشیمون میشم که مغز اینا رو بریزم پایین، سخت در اشتباهی. مرز جنون و نبوغ از یه خط باریکتره. میدونم من اون خط رو رد کردم. حالا اگه تو هم میخوای یه پلیس افسرده و شکست خورده نشی، هرچی میگم گوش کن. یک، این دختره کلی چیز میدونه. بله آقا من میدونم، من خیلی چیزا میدونم. راجب همه چیم بهتون میگم، راجب قتل، قاچاق ارز آدم. دو، این پسر و لپتاپش هم برای شما، برای بازپرسیتون. چی که کشف نکنی اینا. فکری چی میشه؟ 6 ماه میرم زندان درم میارم، ولی تا اون موقع تو امشب هم نمیبینی. میری زندون رو میای ها؟ انگار میری کافی شاپ رو میای. تو اصلا میدونی زندون چجور جاییه؟ تو میگی 6 ماه؟ بگو یه شب. یه شب مثل که به تو خیلی سخت گذشته. بتا مرک
چهار نفره ببره علی اکبر رو بیاره. چهار نفر؟ ولی اگر علی اکبر نیاد چهار نفر رو میکشن. آروم آروم، اول خانوما، بعد هم اونایی که مشکل جسمی دارن، بعد هم اونایی که احتیاج به دارو دارن. باعث دلگرمی منی که یه همکار داخل داشته باشم. بفرمایید آقا. خانم شما بیاید. آروم آروم باشید. شما بلنشو بیاید. من تازه خودکشی کردم. یه نفر ببرین که دوست داشت زندگی کنه. شما دوتا بیاید. شما بیاید. شما بیاید. آروم آروم. التماس میکرد، خیلی گریه میکرد، وقتی داشت خفه میشد میگفت داداشی داداشی کمک کمک. اگه میدونست داداشش ترسوه. میمونه آروم باشی، نکن این کارو، نکن این کارو. اسمش گلنار بود. برای شما برای شما کسی جلو نیاد، شما آروم باشید. این گله بودی مال بره تاس اطلاعاتی اصلاح شناسی بگو، تمام سابقه این اصلاح رو میخوام. نجه بازپرسی اون دو نفرم ثانیه به ثانیه میخوام. راستی امروز چند شنبه است؟ امروز چهارشنبه. رفتن. تو هم هر شب کابوس میبینی؟ کابوس؟ مال وقتی که آدم بخوابه. جاشون خوبه، میبیننت، تو آدم بدی نیستی. فکر کنم اون پلیسایی که بیرونن یه جور دیگه فکر میکنن. تو هم سعی کن عاشقم نشی، چون تا غروب بیشتر زنده نیستم. سیگار داری؟ ترسم اگه ما هم اینجا نکشیمت سیگار بکشد. خواهرت چی کاره بود؟ داره تحت کنترل در میاد. بله وقتی بیشتری لازمه، باید با مقام غذایی هم هم کنم. به نظرم اینجوری نمیاد، چون از یه صرافی سنگر ساختن و سه نفر تا الان کشته شدن. چجوری داره تحت کنترل در میاد؟ اینجوری نیست. من اینا رو میشناسم، اینا رو از قدیم میشناسم، خیلی قدیم. همون کسی که سر کرده است تو صرافی، همون علی اکبر تو زندان. شما رو ممکنه چی میکنن؟ بنده رو نه، من نمیذارم اینا اینجوری مردهشون از اینجا میاد بیرون. منم میدونم که سه نفر کشته شدن، ولی هنوز یه عده زیادی اون تو هم که دلشون میخواد زنده بمونه. در حال معامله در کار منم دلم میخواد که اونا زنده بمونه. من نمیخوام، معامله ای در کار نیست. زنده شونو من نمیذارم جا بیدیم، تسلیم باید بیان بیرون. یا مرده، زندانی هم میمونه تو زندان. الو سیدم، سید مرتضی، میدونی که الان به خاطر تو اینجا. ببین برام مهم نیست چند نفر دیگر رو میکشی یا آزاد میکنی، خیلی تو اون گردنته، منم اومدم که تو اونا رو از گردنت بگیرم، فهمیدی؟ بله. ما هم دسته بدبخت تو بفرست بیرون، چون نه تو زنده میای نه علی اکبر. فکر کنم این نقشه زیاد خوشم نیمه. چهارشنبه لعنتی. برون سید یکی از نخبه‌های سازمان ها، اگه کاری بکنه. اونی هم که اون توه نخبه است. اصلا من نمیدونم چرا همه نخبه ها امروز میخوان یه نفر رو بکشن. گل نار کجایی که می تو شد دلم می گیره غم دیدم.
الان پیش وکیلش بودم. حکم اعدام رو واسه اونم خوندن. داره بیگناه اعدام میشه. بیا نذاری. دیدی وقتی یه چیزی تو دستت داره لیز میخوره میفته، تو این فاصله که میخوای بگیریش همیشه پشیمونه اونی. الان همه چی لیز خورده. یه رو بیشتر وقت نهید. پیش وکیلت بودم. درخواست تجدید نظر و تحقیقات مجدد دادم. یه نفرم آمار لیلا. اومدم. جان. پاشو. پاشو. رو تو بکن اون بر. نمیتونم تو رو تو بگم. نه یار برام. رو تو بکن اون بر. هر چی گفتم بر نگرد چون علی حرفمو نبری یا نه هم نیاری برم همین جوری هم حرف زدم واسم سخته دمدمای آخری وقتی کلماتو نمیگیره یه دونه خوبی خانومی خوشگلی این منم که رسوای شهر شدم جون خودم لیلا من اون دختره رو کشتم نمیدونم چی شد من میمیرم هیچی نکن فقط گوش کن من میمیرم تا هفتم بگم نگم گریه میکنم ولی از اون به بعدش حلالت نمی کنم گریه کنی هرچی سواد داری دوست و آشنا و رفیق دکتر داری جمع میکنی فراموشش میکن یه پسر خوب پیدا میکنی بر نگرد دیدیمون آقا بر نگرد بهت گفتم بر نگرد بر نگرد گوش کن یه پسر خوب پیدا میکنی که برات هم پیدا میشه خوب راستکی نه اینه من درس خونده باشه به موقعش قد خودت شعر بلد باشه داد نزنه سر عاشق باشه تو هم عاشقش باشه نمیگی نامزده به درد نخوره این ریختی داشتی به جون جفتمون از چشش میفتی از چش همه میفتی اما خودم لیلی نشد که بشه اینا رو همه رو بهت گفتم که یه چشمی بگی آخریش باشه قربونه اون چشم اینجوری قول داده که همراهیم کنیم تنهام نذاریم دیلا بسد من میمیرم من میمیرم نه تا زمانی که من زندم بچه ها میالان هم دوتا خونه امنه و با 560 دختر و کلی دلار گرفتن ثانیه به ثانیه دارن کشف میکنن بچه های بازپرسی و عملیات هم توی خطن ممکنه شاهدای علی اکبر هم جا بزنن اینا تحت نظر بودن تو برنامه رو به هم زدی ممکنه یونسی فرار کنه نمی کنه من از تو همکاری بیشتری میخوام مدرک بیشتری هم باید بدی تا بتونیم یونسی رو دستگیر کنیم
پسر یونس یا هر مدرک رو بخوای اینجا بهت میدم. وقت معامله است. من علی اکبر رو میخوام. تو که نمیخوای اون بعد از این اتهام بره دوباره زیر اتهام دیگه. قد کرد. هرچند مسئله پیچیده شده اما بازم راه حل ساده‌ای داره. عرص تا همین الانش هم اعلامیه. عرصو که بزنیم بقیهشون تسلیم میشن و به تحقیقات شما شروع میشه. اون تو پر شاهد و مدرک و متهم و همه چیز. تو مشکلت چیه که این کار آروم حل بشه؟ من اون یارو رو تحت کنترل دارم. شما مشکلت چیه که کارا با روند درستش پیش بره؟ اون بابا بازیگره. باور کردی نه؟ باور کردی که آدم خوبیه؟ چند سال عملیات نکردی؟ من از زمانی که تو به دنیا نیومده بودی تو عملیات بودم. ولی هرچی عملیات بیشتر رفتم فهمیدم که عقل و اعتدال خیلی خیلی زورش بیشتر از زور اصل است. اینجا تگزاس نیست که هر کس از مادرش قهر کنه اسلحه دستش بگیره گروگانگیری کنه بعد ما بهش مشاوره بالینی بدیم. اگه تگزاس بود که الان میریختیم تو تیراندازی را مینداختیم و دم میمردن بقیه را هم میکشتیمش کس هم نمیفهمیم. کلن ده یازده تا میشه ماشین و ویلا و خونه و همه اینا با هم. تو که سود میکنی؟ فقط همه شو تا شنبه نقد تو اون حساب میخوام. خونه رو هم چهارشنبه صبح تحویلت میدم. تو این همه پول برای چی میخوای؟ بکن میخوام فیلم بسازم. به هر حال از ما گفتم بود احتیاط کن. کلی این بر اون بر دنبال ما میگشته به خیلی هم رشوه داده تا شما رو ببینه. گشتمش پاکه پاکه چیزی همراش نیست. پس تویی برادر داغدار رفیق قاتل؟ میدونم کی چه کارهای ازت برمیان. عزیزتری موجود دنیا ما ازم گرفتی. باز اومدم التماست کنم بذار علی اکبر بره. هرچی پول دارم که کم هم نیست مال شما. میدونم برای علی اکبر پاپوش درست کردی. همه التماس میکنم. میدونی کیو میگم؟ من پاپوش درست نمی کنم. خواهرش اینجاست. یه رفیقت کشتش. ازش بپرس کی خواهرشو کشته. پس خواهرشو گروگان گرفتین ولی بازم التماست میکنم. چیکار کنم بذاری علی اکبر بره؟ ترسم اگه بذارم بره از خنده بمیرم. ما کارمون اینجوری انجام میدیم. بی التماس و گریه و زاری چندش همیشه از تو همسانه. اگر پولتان بخوام خودم میگیرم. پاشو برو. Thank you.
بکشنش. وقت نداری. به نظر من بهتره که تو نیای. ولی باز اگه خواستی بیای، سه‌شنبه منتظرتم. سرتیپ بالاست؟ بالا منتظرتون هستم. نگران نباش. حل خیالت راحت. جونم عرض شد. خب سرتیپ چیزایی که به من قول داده بودی آماده است؟ حله. ببین. آماده ای؟ الو، الو سیدم، خودت میدونی زنده از اینجا نمیای بیرون. علی اکبر هم ما نمیذاریم از زندان بیاد بیرون. محرم که یادت نرفته. میخوام با حرف بزنم، فقط من و تو. تلفنای اینجا شنود داره. خب بشنوم. بیارو بروی پنجره. شیشه های اینجا ضد گلوله، از خودت هم میدونی. میخوام با حرف بزنم. خیلی خوب، قبول؟ باشه، پس من دارم گوشی رو قطع میکنم، میام روبروی پنجره. من دارم میام. گوشی رو قطع کردم. ببینم از جلوی پنجره اومده بیمه بزنش. ببین کی اومده دیدنه. تا یه ساعت دیگه اینجاست. اغنه ما نداره. فقط یه ساعت. این دیگه کردن اشتاسزی. همین الانشم علی اکبر محکوم به اعدام نیست. من با ضمانت خودم میارمش اینجا. از اینجا هیچ جا نمیتونه بره. به خدا قسم. به خدا قسم که چی آقا؟ یک ساعت دیگه اینجا خون به پا میشه. اون یه ساعت رو به من فرصت بده. ببین من نخبه نیستم، باهوشم نیستم، ولی برای خودم اعتقاداتی دارم که همیشه کمکم کرده.
فکر پست و موقعیت رو نکن که اگه خلاف حق بخوای من علی اکبر رو میارم اینجا. به علی قسم که اگه بخوای خون بپا کنی میخوام بیارم اینجا بهش شنود وز کنم بفرستمش تو ببینم از اینجا کجا میخوام برم. حواست باشه این بیرون نبیند. میدونم که دیدی دوربینو برای تو گذاشتم. قضیه پوله؟ چقدر میخوای؟ ادی اکر خیلی خوب، خیلی خوب. هشت، شیش، سه، پنج، هفت، دو، چهار. دونست رد خطشون یه داره، ردشو زدیم. حساب با اینا چیه سید؟ نذار کینه و بددلی حق و ناحق کنه. من پدرم اول انقلاب شهید شد، برادرم تو جنگ کشته شد، مادرم کلیهش خراب بود، یه دونه کلیه بیشتر نداشت. 15-16 سال پیش از شیراز پا شدیم اومدیم ستارخان تو همین تهران. این بچه محل من بود، این اون یکی دیگه، دوتا شد. میگفتن بچه پول دارن، خیرن، خیرشون به همه میرسه. مادرم که همه زندگیم بود و هیچ کسی دیگرم جزو نداشتم، اون یکی کلیشم از کار افتاد. مادر ایشون رئیس سازمان پیوند بود، جراح بود. گفت مادرت گروه خونیش اوی منفیه، کلیه نیست واسش. محرم بود، رفته بودم یه گوشه ای، منشون دست حضرت عباس سید تماس میکرد. فکر میکنی هدف وسیله رو توجیه میکنه؟ معلومه که نمیکنه. هدف اونیه که کل عمرت بهش نمیرسی. وسیله اونیه که هر لحظه داری با هاش زندگی میکنی. تو میخوای با اینا زندگی کنی؟ خدا اومد! علی اکبر رو آوردن!
اگه نمیخوای خودت بیرون باشی و نامزدت یوم تو زندون، سعی کن راضیشون کنی تسلیم شن. اگه نتونستی خودت و نامزدت باشون همکاری نکنی. عرض خاطی کرده. اگه تونستی اسلحه‌شو بگیر. دارم میرم پیش رفیقام، نه دشمنام. دوره رفیق بازی و لات بازی این حرفا تموم رفتا. این قصه دیگه خریدار نداره. لاتا هم همه قماشون رو فروختن، جاش کت شلوار خریدن. فکر الکی نکن. شاید خیلی یا خیلی چیزاشون رو فروخته باشن، یه چیزای دیگه خریده باشن. ما معامله‌گر نیستیم. اون دوتایی هم که اون تو ان دنیا رو واسه من به هم ریختن. من آدم قدرشناسی نیستم. منم آب برداشتم. منم دارم. ندید کار عرص درسته. ما هم تو رفاقت کم نذاشتیم. قصه اینه. از زندون خوشت اومده؟ زندون که جا آدم نیست. ولی کسی که رفیقش و عشقش رو بفروشه اصلا آدم نیست. تو مغز تو چی میگذره؟ کجا تو؟ اسیرش نشو. علی اکبر بیاد تو، دو تا گروگان رو میفرستم بیرون. بعد علی اکبر و ابی و مایکل میان بیرون با لیلا. هر کدوم قراره سری یه ساعتی یه جای امن به من زنگ بزنن. من میمونم پیش گروگان ها. زنگ که زدن بقیش رو بهت میگم. چجوری قبول کنم؟ تو به من قول دادی، قبولش کردم. حالا تو هم قول منو داری. قبوله. به پا تو تیرست نباشی. خونزازازی بمب هم آمده بشه. معلوم نیست اون تو چه خبره. چشم از یونسی بچه های اطلاعات اعزام شدن ببر. خوبه. تا جایی که میتونین دور شید. برین همون جایی که قرار بود برین. به هم زنگ بزنین. از همون تلفن هایی که قرار بود زنگ بزنین. زنگ نزنین یا دستگیرتون کنن. همه رو میکشن. من بدون علی اکبر هیچ جا نمیرم. گفتم لیلا، به جون جفتمون میام پیشت. پس وای میسیم جایی که رفتن زنگ بزنم میگیری میشن. نه فهمیده علی اکبر میکروفون داره عمدن بلند بلند حرف میزنه. اونا قرار نیست زنگ بزنن. عرص میدونه که هر جایی که برن زنگ بزنن بعدش میگیریمشون. پس زنگ نمیزنن. میخوان از اینجا دور شن. وقتی دور شدن همشونو میگیریم. بعدش هم صبر میکنیم عرص و علی اکبر بیان بیرون بگیریمش. تو هم میخوای برو با اینا؟ نه میمونم. سیگار میکشی؟ نه دیگه، از امروز ترک کردم. بعد کاپشن آوردم، هوا بیرون خیلی سرده. میدونی که باهات خدافظی نمیکنم. میدونم.
آره است. علی اکبر میبینم. حالا چی کار کنیم؟ صبر. خبرنگار بود خواهرم. مال خواهرمه. بازم قصه بنویس. خودت هم نکش. پشت برو اون پشت. الان اینجا خرد و خرد میشه. کتابای جدید قهرمان ندارم، شخصیت دارم. ایران به هم لیسیم زدن که عرص و علی اکبر رو تحویل تو بدن. اما سید مدرسه قولتو میخوام که هیچ اتفاق نیفته. قول میدم که هیچ اتفاقی اینجا نیفته.
خودش غریبه، هوای غریبه ها رو داره. کلیه برای مادر تو باید پیدا نشد، ولی حاجت روان شده سهیه. گروه خونی مادرم اوه منفیه، آزمایشاشم داده، انشالله بعد آشور پیدا میده. من ماموریت بودم، ایران نبودم. والا هنوز داغدار مادرت بودی. خدا صبرت بده انشالله. داداش به فکرهایی دارم. چشم، در خدمتتم. چشم، اینا رو میذاری همونجایی که بهت گفتم، بقیهش رو جمع کن. آرنجت صاف بر دسته. اینجوری نمیری پشت سرش واسی این فیلم های سینمایی. اونقدر ازش فاصله میگیری که اگه پونو زن از رفت بلید بهت نرسه. آج آقا، شما به من اعتماد کنید، همین یه بار این فرصت رو در اختیارم بذارید. من تحقیق کردم، بذارین با همین نقشه کورشون میکنیم. ما که چند بار این باند تو ایران کور کردیم، اینا هر دفعه رفتن خارج از کشور قویتر و محکمتر برگشتن. همه این مسئولیتش رو از الف تا تای تمت قبول میکنم. من این بچه ها رو میشناسم، از خودم هم بیشتر بهشون اعتماد دارم. بودن یا نبودن بریم سر اصل مطلب. سعی کنیم باز خواهتون مدرکت بیارین که اون روز تو صرافی باشه. هر کدومتون واسه یه دلیلی اومدین، احتمالا بعد یه بازجوی ساده ولتون میکنن. فقط شما ستا تو درد سر میافتیم. یادشون بده هر چی که گفتم بهشون فقط همون رو بگن. من آوردمشون اداره، ازشون تقاضای همکاری کردم برای امنیت ملی کشور. اینم کاغذشون. یک کلمه بیشتر نگن. اون ستا که باهات میان نفهمن. بچه های یونسی، کارمندای یونسی، پلیس اگه شک کنن نقشمون خراب میشه. احتمالاً تو پلیس، تو مخابرات آدم دارن. من حتی نمیخوام یه نفر قصر برداره. علی اکبرم نفهمه تا قبلش. فقط یک کار کن، بذار یه نفر در بره برای پلیس همه چی رو تعریف کنه. باید بدین تو تحریمی، امکان نداری. خونه رو نمیتونی به هر جا پیدا کنی. همش جای اسپشیال گرفتم. اینو که میبینی توش نوشتم بخش الکترونیکشه. اگه بخوای لباس پاره بشه و خون بپاشه بیرون، اینو باید وصل کنی از زیر اومدی در قسمت الکترونیکش فعال میکنی و شاسی رو میزنی. شاسی رو میزنی رو کمر بچه‌ها. کافیه تو شلیک کنی، بچه‌ها فقط یه فشار بدن، لباس میپکه، رو به وحشت بیشتری ایجاد میکنه. اینو دیگه همه باورش میشه. من خونه رو بهتون وصل میکنم، نگران هیچی نباشین. یه هفته تمرین میکنیم، بعدش هم میریم توی صرافی. یادتون نره که اونجا نمیتونید بخندین یا اینکه به هم دیگه نگاه کنین. حواستون خوب جمع کنین. ابی و لیلا در این مورد هیچی نمیدونن که بخوان ریاکشن درست نشون بدن. نقشه صرافی رو که داده بودی دیدم، زاویه دوربینا رو تنظیم کردم، همه رو یه جوری وای میسونم ایش که شک نکنه. اونجا هیچی نیست، گاوصندوق اون تو خالیه، ولی بچه های ما آمار دارن رمزش با گاوصندوق اصلی یکیه. پای تلفن نگهش میداری، به هر بهونه‌ای دوست دارم یه جوری به هم بریزیش که به همه جا تلفن کنه، برن سر همه چیزاشون تا ردشو بزنیم. اون وقت حقیبشون با من. شلوغ کاریش با من. آدم غریبه نمونه تو، بیگناه تو نمونه. عرص پنجره ها یادت نره. همه رو میگیرن، من مسئولیت همه رو گردن گرفتم. ممکنه یه چند وقتی دردسر یا حتی زندانی داشته باشه، بهشون بگو. من هرچی پول داشتم براتون گذاشتم کنار پیش وکیلم، ولی باز من یه دلیلی دارم. شما ها مجبور نیستی. همه ای ما یه دلیلی داریم که بسه، اونم تویی. ولی من یه دلیل دیگه هم دارم. گلناره، میخوام کمکت کنم، نه به خاطر تو، به خاطر خودم. و
برای اینکه حال بهتری داشته باشه. من خودمو گذاشتم جای تو. من هستم. اینکه نمایش من حاضرم جونم هم بدم. حرف آخر. تیراندازم حرف نداره. وقتی از کنار پنجره رفتم کنار حتی یه میلیمتر تکون نمیخوری. قول نشی. نترسید. عرض چی شد؟ این که داره قلبم از جا در میاد. شاسیم دیر عمل کرد. اجرای خوبی بود. پشیمونم. خیلی. گلوله داستانش چی بود؟ من که هنوز نفهمیدم. کجاش واقعی بود؟ کجاش بازی؟ فاروان. مامور ایجه. اگه دیروز از اطلاعات بهش زنگ زدن گفتن فردا نیاد سر کار سیدمون درسته یونسه چی؟ تو جای هم نشه میاریمش بیرون زود جواب پیدا میکنن جمع کن برین قمی مرز تا آدم هم برسن ببینیم چی میشین پیره من جوونه خوب حالتو گرفت خوب من نمیام میخوام تسلیم شم که چی بشه فکر میکنی میبخشنه معلومی که نه حداقل خودم خودمو یکم میبخشم الان یه ماشین میاد اینجا میبرتتون یه جای امن همه چی همونجوری بود همه چی به جز اون دخترت دستشویی و اون گلوله ده پسره بقیه بچه ها چی میشن یه مدتی طول میکشه قضیه رو جمع کنه بد درد سری شد برات کار ما حفاظته اگر به قیمت یه روز دوتر گیر افتادن این آدما یه موقعی آبرو و کار یه موقعی زندان افتادن هم باشه تکلیفه خدا شاهد کاری انجام دادم که فکر میکرد نه خواب بزنی شما نوشته بود.
ابی، مایکل، لیلا در نوبت محاکمه هستند. سرگرد ادامه تحقیقات را بر عهده دارد. سرانجام سکوت در هم می شکند و این صداست که جاری می شود و من با قلمی که روزگار برایم به ارمغان آورد قصه زنان و مردانی را که ایران به خود دیده بود روایت کردم. به یاد دوست. شب بدروده ته قصه قهرمان قصمون نابوده ته قصه این فیلم ها میمیره رفیق من این اکتورای خبره شبیه پل میومم ته قصه مثل من زخم اونم قدیمیه قصه درد ما درد بد و وخیمیه تو اتوبانای چفت و قفل این تایم عجیب منم و استرس رسوندن به طبیب هیچ کسی درست نفهمید که چی شد ته ماجرا چرا جوری شما زندگی برد ما دوتا رو ته چار با یه مش کوچه یه بومبست آدرسای اشتباه توی چارشنبه یه نحس و گیج و مات لعنتی خون به پا شد وسط یه پای تخت سنتی توی ویترینه برم کارت با چشای باز و آبیش گفت بدرود و تموم کرد با همون لحن کتابیش مثل ایهام توی نقاشی های سبک گوتیک مثل اسطوره و اون آدم های کاریزماتیک تو تبارش میرسید به قصه ها رفیق من مثل اون میمرد تو فیلم ها آقای پلی و من باقی نمیمونه
که فرصتی نمونده، حیف که فرصتی نمونده.